سیزدهمین نکته که شاه میگه اینه که تشیع اساساً عامل یک پارچگی ایرانی هم بوده. میگه اقوام مهاجم همیشه دنبال اینا بودن که ایرانو تجزیه بکنن، یک پارچگی ایرانو از ایرانیان بگیرن. شاه میگه شاه اسماعیل که نخستین پادشاه صفوی بود بار دیگر به وحدت ایران تحقق بخش و به منظور تأمین یک پارچگی سیاسی و معنوی ایرانیان تشیع را به عنوان مذهب ایران اعلام و برقرار کرد. پس باز می‌بینیم که شاه یک نقش مثبت دیگه به اینجا به اسلام و تشیع میده، که این نقشی بوده که اسلام و تشیع ایفا کردن در وحدت و یک پارچگی و تمامیت ارضی ایران. خب 19 نکته اینه که شاه این سخنان رو کی بیان کرد؟ شاه وقتی این حرف رو زده که به طور قطع رسیده بود به اینکه در حال مرگ، مدت ها بود از بیماری سرطان رنج بود، انقلاب شده بود، سرنگون شده بود، در خارج بود، حالش خیلی خراب بود و در حالت احتضار بود که این خاطراتش رو بیان میکردش و کتاب پاسخ بر تاریخ نگاشته شد و امید به زندگی رو دیگه کاملا از دست داد. وقتی شاه داره از اعتقادات مذهبی خودش بحث میکنه و خودش رو به عنوان یک فرد کاملا مذهبی نشون میده، فردی که در حال مرگه، آیا دلیلی برای دروغ گفتن داره؟ خب ما میتونیم بپذیریم که اون واقعا به اسلام اعتقاد داشته، تشیع اعتقاد داشته، یه مسلمان بوده. اما اون مدعیاتی که شاه راجب ارتباطات ویژه خودش با ائمه میکنه و نجات هایی که اونا دادن، اگر شما اینا رو از ماده گراها، از مارکسیستا، از کمونیستا، از خدا نشناسا، از ماتریالیستا، از آتئیستا بپرسید، میگن خب اینا همش دروغ محض و حاصل توهماته. حتی یک مسلمان واقعی هم شاید اینا رو قبول نکنه و بگه شاه این دروغا رو میساخته که یک ارتباط ویژه بین خودش و اونها برقرار کنه. شاه با یک همچه مشکلی روبرو بودش. تو گفتگوی مفصلی که با اوریانا فالاچی داشتش قبل از انقلاب، اتفاقا سر همین جریان اوریانا فالاچی خیلیش گرفت و باهاش بحث کرد. شاه دوباره اونجا اون رؤیاهای خودش و معجزات و ایمان دینی خودش رو برای اوریانا فالاچی که یک آدم بیدینی بود شرح داد و اون خیلی تعجب کرد. این گفت اعلی حضرت، اعلی حضرت، این حرفا چیه میگه؟ یعنی با یه حال تعجبی که انگار مثلا با یه آدم عجیب غریبی روبرو شده که داره یه حرفایی میزنه که خیلی 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 عقلانیه. شاه موقعی که دیدش که این حرفا رو میزنه، خیلی سریع گفت به اوریانا فالاچی که نه، این حرفایی که من میزنم، کسانی به من گفتن اینا توهم خیاله، ولی اینا توهم خیال نیست، اینا واقعیت داره، همش حقیقت محض. شاه میگه که من کاملا تنها نیستم، چون من به وسیله نیروی دیگری همراهی میشم که دیگران آن را حس نمیکنند، همان نیروی مرموز در من، و من همچنین پیام های نیز دریافت میکنم، پیام های مذهبی من، و من خیلی خیلی مذهبی هستم و من به خدا ایمان دارم و همیشه هم گفتم که اگر خدا نبود ما مجبور بودیم که او را خلق می‌کردیم. آه، من واقعا برای بیچاره‌هایی که به خدا ایمان ندارند متاسفم. شما نمی‌توانید بدون خدا زندگی کنید. من با خدا از زمانی که خدا آن رویاها را به من داد ارتباط داشتم. هر کس می‌داند که من رویاهایی داشتم. خیلی از مردم به آن عقیده ندارند. حتی پدرم هم آن را قبول نداشت. او هیچ وقت آن را قبول نکرد. او همیشه در این مورد میخندید. به هر حال خیلی از مردم اگرچه محترمانه از من سوال میکردن که آیا مطمئن هستم که آنها وهم و خیال نبوده است. جواب من خیر است. خیر برای اینکه من به خدا ایمان دارم. به این حقیقت که من به وسیله خدا انتخاب شده که یک مأموریتی را به پایان برسانم. رویاهای من معجزه هایی بودن که کشور را نجات دادن. دوران سلطنت من کشور را نجات بخشیده و این به خاطر این بوده که خداوند در کنارم بوده. خوابهای مذهبی بر پایه تصورم و خوابهایی که من می دیدم مربوط به این بود که در 2 یا 3 ماه آینده چه اتفاقی خواهد بود. من نمی توانم به شما بگویم که این خواب ها در چه موردی بودن. آنها لزوما چیزهایی نبودن که به شخص من مربوط شوند.
آنها در مورد مسائل داخلی کشورم بودند و بنابراین باید محرمانه باقی بمانم. شاید اگر من به جای لغت خواب احساس قبل از وقوع را به کار ببرم، شما حرف مرا بهتر درک کنید. من به این نوع احساس ها عقیده دارم. من این نوع احساس ها را مرتبا دارم. شما باید به معجزات ایمان داشته باشید. شاه پس ببینید در اینجا یک گام دیگه جلو میاد، یک گام دیگه پاشو جلو میذاره. نه تنها این بار اون رویاها، اون معجزات، اون ارتباطات ویژه خودش با ائمه رو میگه همش حقیقت محض بوده، بلکه از یک چیز دیگه داره خبر میده. شاه میگه در کشورم که من پادشاهی و زمامش در دست داشتم اتفاقات مختلفی میافتاد. دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، چهار ماه دیگه، پنج ماه دیگه، از قبل خدا اینا رو به من خبر میداد، اینها رو من میدیدم. ابتدا تعبیر خواب به کار میبره، بعد میگه که نه، نباید اینا رو بگم تعبیر خواب. میگه بهترین تعبیری که برای این میتونم بگم اینه که احساس قبل از وقوعه. میگه خداوند به من الهام میکرد، به من میگفت که چه اتفاقی قراره بیفته، چه خطراتی قراره برای کشور من بیفته و من از اینا پیشگیری میکردم، از طریق خداوند از اینا مطلع. خب شما توجه بکنید الان تو جمهوری اسلامی فقیهان حاکم، احمدی نژاد رئیس جمهور. شما اگر الان امروز آیت الله خامنه‌ای که رهبر کشور، یا احمدی نژاد و تیمش، یا فقیه، یه چنین ادعاهایی که شاه کرده بکنن، بیان بگن ما با ائمه ارتباط داریم، با امام زمان ارتباط داریم، خداوند عقب مسئله ما میگه، با امام زمان ارتباط داریم، واقعا این رسانه ها و خصوصا رسانه های مخالفین، مخالفین جمهوری اسلامی چه بلای سر اینا خواهند آورد؟ به عنوان یه مش آدم خرافاتی، دیوونه، عقب افتاده، متعجر. ولی تمام این ادعاها رو می‌بینیم که شاه کرده. شاهی که مدعی تجدد آمرانه بود، شاهی که مدعی پیش بردن سریع ایران به سوی تمدن بزرگ بود، شاهی که میگه من ایران رو میخوام ببرمش به طرف تمدن بزرگ، شاهی که میگه من دارم یک تجددی سازگار با اسلام میارم، منتها اسلامی که من ازش دفاع میکنم اسلام رحمت، اسلام عشق، اسلام عدالت، اسلام عطوفت، اسلام معنویت، اسلام اخلاق. اینا چیزهایی بود که شاه حداقل ادعاشون میکرده. خب این تصویری هستش که شاه خودش از خودش در آخرین کتابش که کتاب پاسخ به تاریخ باشه میده. من بدون اینکه بخوام دخل و تصرفی بکنم، نقدی بکنم، تعریضی بزنم، این تصویری رو که شاه خودش از خودش داده، از اسلامش، از اعتقادات دینیش، از پدرش و از خودش و از خاندانش و از ارتباط ویژش با ائمه و رویاهاش، رویاهای دینیش، معجزاتش، اینو برای شما بازگو کردم. اما این بحث نمیتونه در سالگرد انقلاب در همین جا پایان بگیره. ما در سالگرد انقلاب 57 هستیم و نیاز بود که من این بحث رو بکنم که شاهی که ضد اسلام ستیز ارائه میشد در اون دوران اسلام ستیز نبود. شاهی که امروز یه عده میخوان بگن اسلام ستیزه، به هیچ وجه اسلام ستیز نبود. یک شاهی بود مؤمن، مسلمان، اعتقاد به اسلام، البته قرائت خاصی از اسلام داشت. البته قرائت و روایتی که شاه از اسلام داشت با اون چیزی که فقیهان میگفتن و میگویند بسیار متفاوت هستش. یک نوع اسلام دیگه این بودش. اما فقط این نبود. شاه همراه با این یک اعمالی هم انجام داده، یک کارهایی هم کرده و اونها یک نقشی داشته در به وجود آمدن انقلاب 57. و این بحث رو من نمیتونم دیگه الان بکنم، اون نیاز به این داره که در نوبت بعد اون بقیه این داستان رو بگم، اون برای تصویرم شرح بدم، گزارش بدم که چه اتفاق افتاد و شاه و اینا چه نقش داشتن. البته که رژیم شاه یک رژیم دیکتاتوری بود و شاه یک شخص خودکامه مستبد بود و رژیم شاه بود. رضا شاه، شاه، آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای، اینها چهار زمامدار ایران در 93 سال گذشته بودند که هر چهار تن به شیوه سلطانی و خودکامانه بر ایران حکم راندند، حکومت کردند، زمامداری کردند و استبداد حاکم کردند. و الان یک قرنه که ایرانیان دارن مبارزه میکنن برای آزادی، برای دموکراسی، برای حقوق بشر و ما امیدواریم که هر چه سریعتر مردم ایران نجات پیدا بکنن و ما بتونیم در ایران عزیز شاهد یک نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی، حقوق بشر باشیم.